بانوید خداوند. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: اختلاف میان طالبان در بامیان و شکل گیری قیام برای برکناری والی طالبان. دو گزارش از حمله جبهه مقاومت بر طالبان در تخار و قندهار. و در ادامه این گزارش، جمع‌آوری معتادین پل سوخته توسط دولت طالبان. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه‌ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. اختلاف میان مسئولان محلی طالبان در بامیان، ادعای برای برکناری والی طالبان دست به کار شدند. منابع معتبر محلی در بامیان از اختلاف شدید میان مسئولان محلی طالبان در این ولایت خبر دادند. دست کم سه منبع معتبر و آگاه روز چهارشنبه 28 جدی گفتند که مسئولان محلی طالبان در بامیان به دو گروه تقسیم شدند. گروه نخست از ملا عبدالله سرحدی، والی طالبان برای ولایت بامیان، فرمان میبرد و افراد این گروه عمدتاً پشتون تبار و وابسته به جناح قندهار هستند. گروه دوم که به لحاظ قومی عمدتاً تاجیک تبار هستند، از مولای صدیق الله شاهین مسافر، فرمانده امنیت طالبان در بامیان، فرمان میبرند و وابسته به شبکه حقانی هستند. یک از منابع که نخواستن نامی از وی در گزارش گرفته شود میگوید که اختلاف میان این دو گروه بعد از آن شدت گرفت است که شماری از رئیس های وابسته به مولای مسافر در پی شکایت باشندگان بامیان از سمت هایشان برکنار شدند. منبع بر برکناری مولای اسلام الدین عثمانی، رئیس پیشین معارف، سالم فیضی، رئیس پیشین دانشگاه و مولای عتیق، مدیر پیشین پاسپورت را نمونه هایی از برکناری های گروه وابسته به ملا مسافر یاد میکنند. منبع میافزاید که مولای مقبول احمد وقاص، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بامیان و از افراد وفادار به مولای صدیق الله شاهین نیز به دلیل رفتار تبعیض‌گرایانه و مراجعین هزاره و شیعه قرار است که از ریاست این اداره برکنار شود. این در حالی است که عبدالصبور سیقانی، سخنگوی والی طالبان در بامیان، وجود هر گونه اختلاف میان مسئولان گروه طالبان را رد کرده و میگوید که هیچ کسی علیه رهبری اداره محلی بامیان شکایت نکرده و خبرهایی که در این مورد نشر شده است شایع و یا کار رسانه‌های مزور است. و گزارش دیگر این که ادعای جبهه آزادی یک فرمانده و دو جنگجوی طالبان را در قندهار کشته‌ایم. جبهه آزادی ادعا کرده است که در نتیجه حمله نیروهای این جبهه در ولایت قندهار یک فرمانده و دو جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. جبهه آزادی روز چهارشنبه 28 جدی با نشر اعلامیه ادعا کرده است که نیروهای این جبهه در یک عملیات اپراتیفی در ساحه چوک مدد شهر قندهار یک فرمانده و دو جنگجوی طالبان را کشته و یک جنگجوی دیگر این گروه را زخمی کردند. در همین حال منابع بر روزنامه 8 صبح تایید کردند که در پی یک انفجار در شهر قندهار، جنگجوی زخمی طالبان به شفاخانه حوزه این ولایت منتقل شده است. باید افزود که این منبع از تلفات بیشتر گروه طالبان اظهار بی‌خبری می‌کند. این در حالی است که بنابر ادعای جبهه آزادی، نیروهای این جبهه هفته گذشته نیز در ساحه حوزه 14 شهر قندهار با هدف قرار دادن یک موتور نو رنجر، 5 جنگجوی طالبان را کشته و زخمی کردند. در همین رابطه یک رادار انفجار طالبان در مقابل ساختمان ولایت تخار آماج انفجار ماین قرار گرفته است. منابع محلی در تخار میگویند که یک رادار انفجار طالبان در برابر ساختمان مقام ولایت آماج انفجار ماین قرار گرفته است. این انفجار بعد از چاشت روز پنجشنبه 29 جدی زمانی رخ داده است که جلسه اداری مسئولان محلی طالبان در ساختمان ولایت جریان داشته است. بر بنیاد اطلاعات منابع، ماین مغناطیسی جاسازی شده در یک رنجر طالبان در درب ورودی ساختمان ولایت تخار منفجر شده، اما به کسی آسیب نرسیده است. منابع می‌افزاید که این انفجار در حالی رخ داده است که طالبان تدابیر شدیدی امنیتی را برای برگزاری جلسه اداری در اطراف ساختمان ولایت روی دست گرفته بودند. با این حال طالبان تا هنوز در مورد این انفجار به گونه رسمی چیزی نگفته است. و گزارش خوشایند دیگر از کابل این که طالبان معتادان پل سوخته را جمع آوری کردند. شهرداری کابل میگوید که منطقه پل سوخته از حضور معتادان خیابانی پاکسازی شده است. این اداره افزوده است که در منطقه پل سوخته در غرب کابل پلان عملیاتی نظم شهری را نیز اجرا کرده است. باید افزود که پل سوخته محل تجمع صدها معتاد خیابانی بوده، همه ساله در فصل سرما شمار از معتادان بر اثر سردی هوا جانشان را از دست میدادند. مقام های طالبان میگوید که حدود 1100 معتاد را از پل سوخته و سایر مناطق کابل جمع آوری و به شفاخانه های ترک اعتیاد انتقال دادند.
حکومت طالبان میگوید که 5 میلیون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند. باید افزود که هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمان جدید کشت، خرید و فروش مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده است. همزمان گزارش می شود که کشت مواد مخدر همچنان در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از این که تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.